سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ یک ویدئوی دوباره یهویی شد که در واقع یه توضیح کوچیکی بدم بهتون. دوستان، گاهی اوقات این اتفاقا میفته، یعنی یه اتفاقای غیر منتظره زنبور رخ میده که دلایل متفاوتی داره. این بچه یهویی ها یا همون فرارها گاهی اوقات به خاطر مشکلات کندو، بیماری، کمبود غذا، جنس ملکه است و خیلی و خیلی و خیلی که ما همه روش ها، یعنی نگاه کنین، اومدیم کندو رو تغییر دادیم، عقاب رو تغییر دادیم، غذا تغذیه مناسب کردیم، ولی باز دوباره و باز دوباره و باز دوباره این اتفاق افتاد و این تقریبا این ملکه دیگه خیلی بد عادت شده بوده و کلن دوست داشته بره بی دلیل. اونا شما هر کاری که فکرشو بکنین دیگه کردیم. این اتفاق گاهی میفته که آدم میذاره تجربهش هم بره بالاتر. ما هم این دیگه وقتی میبینی دیگه هیچ راهی نداره و این زنبور بدادت شده و هی به گوش به فرمان ملکه هست و جمعیتش هم یه مقدار کم بود، این جمعیت کم خودش باعث میشه که بیشتر گوش به فرمان ملکه باشه. اگه جمعیت خیلی قوی باشه، ملکه اولین ایرادی که پیدا کنه ملکه رو از بین میبرن، از دور خارجش میکنن، ولی خب چون جمعیتش یک کوچولو کم بوده بیشتر گوش به فرمان ملکه بودن و هی بد عادت شده بودن. هر روز میومدن بیرون، ما میرفتیمشون داخل، تغییر میدادیم، تمیز میکردیم، کندو رو تغییر دادیم، قابا رو تغییر دادیم، عسل خوب دادیم، تخم روز بهش دادیم، همه کار کردیم. با اون که تخم ریزم بود ملکه، ولی خب ملکه خوب نبود، ما هم ملکه رو کشتیمش و مجبور شدیم دیگه. دوستان، یه موقعی باید آدم این احساسات رو بذاره که ما ملکه رو کشتیم و انداختیمش داخل خود کندو. الان دورش جمع شدن. ببینین، وقتی که این کار میکنین اینا متوجه میشن که اون ملکه قدیمی از بین رفته و شروع میکنن با تخم روزایی که دارن دوباره شاخون زدن و یک ملکه جدید پرورش دادن. این کار گاهی اوقات بهتره، چون همون بیرون رفتنای الکی خودش باعث عقب افتادن کندو میشه. ما گفتیم که پس اگه قراره اینطور باشه بذار یک ملکه جدید خودش پرورش بده و همین کار باعث میشه که دوباره بمونه و ادامه بده به کارش. خیلی دوستتون داریم. ما اینا همیشه تو زیر کپشنای ویدیوها مینویسم. فرق بین یک زنبوردار حرفه‌ای و زنبوردار مبتدی اینه که بتونه از این نشونه‌ها چیزای جدید رو درس بگیره، چیزای جدید یاد بگیره و این نشونه‌ها رو شناسایی کنه و هر چی سریع‌تر اقدام کنه باعث میشه که یک زنبورستان بهتری داشته باشه، یک پیشرفت بهتری داشته باشه. خیلی دوستتون داریم. مخلص همتون. خداحافظ.